خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرام. متاسفانه یکی از دوستان ایرانیمون که اینجا دانشجو بودن تو قبرس شمالی، چند روز پیش به دلیل تصادف توی ایران جون خودش رو از دست داده. سجاد سفری که خب ممکنه خیلیاتون ایشون رو بشناسید. یادش گرامی باشه و تسلیت میگیم به خانواده این عزیز. ایشون هم راننده نبودن. ماه پیش یه تصادفی اینجا شد به دلیل مستی راننده که متاسفانه سرنشین کنار ماشین فوت شد. نمیتونیم بگیم مشروب نخورید یا هر چیز دیگه، که خب کلا بهتر استفاده نکنید، ولی اگه استفاده میکنید حداقل پشت فرمون نشینید، چون هم جون خودتون رو به خطر میندازید و هم سایرین رو. بیشترین آمار تصادفات تو قبرس شمالی مصرف الکل و سرعت غیر مجازه شده. خلاصه که حسابی مراقب خودتون باشید. ظاهرن قراره که مهلت 6 ماهه که تا 20 نوامبر ادامه داشت تا 6 ماه دیگه تمدید بشه، یعنی تا 20 ماه می مصوبه ابلاغ بشه. حتما یه بار دیگه با هم دیگه مرورش خواهیم کرد. امیدوارم که تمدید بشه تا شاید مشکل خیلی از هموطنامون برطرف بشه. خیلی از دوستانم پرسیدن که این مبالغ 6% یا 12% به روز میشه یا با همون قیمت روز خرید محاسبه میشه. ببینید، روزی که خونه خریدید اگر ثبت کرده باشید و تاپو رو انجام داده باشید، ملاک همون قرار داده. اما خب خیلی اینجا خونه خریدن اما تاپو نکردن. معلومه که برای تاپو نیاز به یه قرارداد جدید هست و طبیعتاً اون درصدها هم بر اساس این قرارداد جدید محاسبه میشه. یه جوون خارجی چند روز پیش میره توی یک فروشگاه و یه آسیاب دستی میدزده به قیمت 380 لیر. ردشو میزنن و دستگیرش میکنن. حالا به خاطر یه دزدی 380 لیری تمام مدارک و هویتیش دست پلیسه. 15000 لیر ضمانت نقدی و هفته یک بار هم باید بره پلیس خودش رو معرفی کنه تا زمان دادگاه. متاسفانه آمار زندانیا تو قبرس خیلی زیاد شده و تقریبا کمتر از 1000 نفر اینجا زندانی هستن. نصف بیشتر این زندانی هم خارجی هن و اکثرا هم از کشورهای افریقایی. تقریبا به طور میانگین دولت در ماه 12 میلیون لیر فقط خرج خورد و خوراک این زندانی ها میکنه. ظاهرا آب تو منطقه اسکله از دیروز قطع شده. شهردار اسکله امروز گفته که تا فردا سیستم رفع عیب میشه و مجدد آبرسانی آغاز میشه. میدونید که یکی دو روزی هم طول میکشه تا فشار آب به حالت طبیعی قبلش برگرده، پس تو مصرف آب دقت کنید. آقای توره رئیس سابق مجلس قبرس شمالی امروز از بیمارستان مرخص میشه. گویا دولت تصمیم داره مجدد ایشون رو به عنوان کاندید ریاست مجلس انتخاب کنه تا ایشون بتونه مجلس رو باز کنه جهت برگزاری انتخابات. نیکوس کریستو دولیدس رئیس جمهور قبرس جنوبی گفته امیدوارم دیدار هفته آینده در نیویورک با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و ارسین تاتار رهبر ترک قبرس به نتایج مثبتی منجر بشه. دمای هوا برای فردا: ماگوسا و اسکله 19 تا 28 درجه، نیکوزیا 16 تا 30، گیرنه 19 تا 28، لفکه 20 تا 27، پافوس 19 تا 29، لیماسول 18 تا 30، لارناکا 19 تا 31 و کارپاس 22 تا 26 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخرین که حضرات رسماً توی این 45 سال مملکت رو بردن تو دوران پارین سنگی. اون وقت میشینن با هم بحث جدی میکنن که شنبه رو تعطیل کنیم یا پنج شنبه رو. وقتی پار سنگ باشه تو کله وضعیا، از بیرون تحریم میشیم و از داخل تعطیل. دلتون شاد، لبتون خندون.